سلام دوستان، رضا هستم و با یک برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. فرداد فرهزاد متولد 12 فروردین 1365 در بندر انزلی مجری و خبرنگار است. او فارغ التحصیل لیسانس مهندسی نرم افزار کامپیوتر از دانشگاه دبی هست که در لندن زندگی میکنه و 10 سال در بی بی سی فارسی مشغول به کار بود و حالا در ایران اینترنشنال هست. او در سال 1365 در شهر بندر انزلی به دنیا اومد و تا مقطع راهنمایی در این شهر زندگی میکرد تا اینکه به امرای خانواده به شهر رشت نقل مکان کردند. از سال 1380 وقتی 15 ساله بود روزنامه نگاری رو با نوشتن برای هفته‌نامه دانش آموزی طرح نو شروع کرد. فرداد در سال 85 وقتی 17 ساله بود برای ادامه تحصیل راهی امارات شد و به خاطر علاقه خودش به انیمیشن در دانشگاه علم و صنعت عجمان در رشته کامپیوتر تحصیل کرد. او از اعضای مؤسس اولیه تلویزیونی وین بود، شبکه آموزشی که برنامه‌های علمی و خبری پخش می‌کرد. او در این شبکه مجری برنامه‌های خبری هم بود. فرداد از 18 سالگی شروع به ساخت مستندی با عنوان ابودلقکان کمانچکش در نقد رسانه‌های فارسی زبان ساخت که بسیار دیده شد. او سپس در یک شبکه آموزشی و علمی به نام وین در دبی شروع به کار کرد. فرداد فرهزاد از سال 1384 به عنوان خبرنگار افتخاری بدون گرفتن دستمزد به مدت 3 سال با سایت بی بی سی فارسی شروع به همکاری از امارات کرد. او در نهایت در سال 87 با تأسیس تلویزیون بی بی سی فارسی به عنوان خبرنگار به استخدام این شبکه در اومد. فرداد فرهزاد در فروردین ماه سال 1392 موفق شد با بابک زنجانی، مولتی میلیاردر ایرانی در تاجیکستان، مصاحبه‌ای را انجام بده که پس از 9 ماه از دستگیری زنجانی این گفتگو بسیار دیده شد. فرداد از سال 2006 وارد شبکه فارسی زبان بی بی سی شد و به عنوان خبرنگار و مجری مشغول به کار شد و اکنون تجربه سالها همکاری با این شبکه را در کارنامه و سوابق خودش داره. این چهره در ایران هم شناخته شده و مشهور هست و از مجریان با سابقه و با تجربه بی بی سی با اجرا و فن بیان قوی محسوب می شد. اما استعفایش از این شبکه همه معادلات بی بی سی فارسی رو به هم ریخت. این خبرنگار وقتی که کار گزارشگری می کرد به لندن مهاجرت کرد و بعد از مدتی در 26 مرداد سال 97 با انتشار متن خدافزی از همکاران خودش در بی بی سی فارسی بعد از 10 سال به همکاری خودش با این شبکه پایان داد. او چند ماه بعد به عنوان گوینده خبر با شبکه تازه تأسیس ایران اینترنشنال مشغول همکاری شد و با برنامه تیتر اول به فعالیت خودش در این شبکه ادامه داد. ایران اینترنشنال یک شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای، کانال رادیویی و وبسایت خبری به زبان فارسی مستقر در لندن است که بر پخش اخبار و برنامه‌های سیاسی و اجتماعی مربوط به ایران تمرکز داره. این شبکه نخستین و تنها تلویزیون خبری 24 ساعته فارسی زبان در خارج از ایران هست. ایران اینترنشنال ادعا می‌کنه علی‌رغم ارسال پارازیت ماهواره‌ای توسط حکومت ایران 20 میلیون مخاطب داره. مالک شبکه شرکت ولنت مدیا و صاحب امتیاز اون در بریتانیا شرکت گلوبال مدیا هست. ایران اینترنشنال توسط شرکت دی ام ای مدیا راه اندازی شد و استخدام کارکنان و گردانندگان امور روزانه شبکه هم توسط همین شبکه خدمات خبری انجام میشه. اما نحوه تامین بودجه شبکه شفاف نیست. به نوشته روزنامه‌های گاردین و وال استریت جورنال، ایران اینترنشنال به صورت غیر مستقیم از سوی دربار عربستان سعودی تامین مالی میشه. اما خود شبکه این ادعاها رو تکذیب کرده و مدعی داشتن مالک خصوصی، استقلال تحریریه و عملکرد حرفه‌ای بر مبنای اصول و اخلاق روزنامه‌نگاری هست. اما اعضای شبکه از جانب مدیریت شبکه بابت عضویت در اتحادیه‌های صنفی خبرنگاران در لندن تحت فشار قرار گرفتند. حکومت ایران این شبکه را معاند و ساخته دست عربستان سعودی، رقیب اصلیش در منطقه خاورمیانه می‌دونه که با هدف تضعیف اون ایجاد شده و به همین دلیل به روش‌های گوناگون بر کارکنان شبکه و خانواده‌های اونها فشار آورده. کارکنان شبکه و خانواده‌هاشون در ایران از سوی نیروهای امنیتی و قضایی ایران تحت فشار، آزار، تهدید و ارعاب قرار گرفتن و از اونها خواسته شده که کارهاشون رو رها کنن و به ایران برگردند.
اعضای خانوادهشون در ایران بازجویی میشن و گذرنامه‌هاشون ضبط میشه تا نتونن از کشور خارج بشن. پنجم آذر سال 98 در پی اعتراضات آبان ماه، قوه قضاییه ایران برخی از اعضای شبکه رو ممنوع المعامله کرد. 4 روز بعد وزارت اطلاعات ایران در بیانیه از شناسایی و دستگیری افرادی که اقدام به ارسال اطلاعات به شبکه ایران اینترنشنال می‌کردن خبر داد و اقدامات این شبکه و کارکنان اون رو مصداق همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی در اقدامات تروریستی دونست و وعده تعقیب بین‌المللی اونها رو داد. ایران تهدید کرده که در صورت عدم استعفا کارکنان شبکه رو در خاک بریتانیا خواهد روبود و به ایران باز خواهد گرداند. فرداد که علاقه خاصی به پوشیدن جوراب‌های رنگی داره گفته جوراب رنگی داشتن خودش یک سلیقه است، اما خیلی‌ها فکر می‌کنن از بی‌سلیقگی هست، ولی آدم‌های خیلی شهیری وجود دارن که به جوراب‌های رنگی علاقه دارن. نمونه‌اش جورج بوش پدر هست که یکی از بزرگترین کلکسیون‌های جوراب رنگی دنیا رو داره. فرداد فرحزاد هنوز ازدواج نکرده و مجرد هست و از روابط عاطفی او اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. سر توهین و فحش دادن دیگران مشکلی ندارم، اما خیلی اوقات کلمات رکیک رو از صفم پاک میکنم. اما اگه کسی در جای دیگه‌ای بهم فحش بده مشکلی ندارم. به نظرم فحش هم یک بیان هست و مشمول آزادی بیان هست. یعنی اگر کسی بخواد توهین کنه من جلوش رو از راه قانونی یا فشار نمیگیرم. فرداد فرحزاد اهل بندر انزلی هست و هیچ نسبتی با حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد اهل دامغان سمنان که بیشتر او رو به عنوان کارشناس مسائل دینی میشناسیم ندارم. باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داد که فرداد فرحزاد در پاسخ به سوالی در خصوص استنباط مردم از عملکرد بی بی سی مبنی بر اینکه چرا این شبکه به سمت اصلاح طلبان قش کرده است گفته ممکن هست رگه‌هایی از حقیقت در این استنباط وجود داشته باشه. دلیلش این هست که بیشتر روزنامه نگارانی که بی بی سی فارسی 10 سال پیش استخدام کرد از روزنامه های اصلاح طلب از ایران اومده بودند. فرحزاد همچنین به نحوه فکری کارمندان بی بی سی اشاره کرد و گفت البته از میان همکاران من کسانی هستند که در زندگی شخصیشون سلطنت طلب و براندازن، اما شاید خیلی دور از واقعیت نباشه که بگیم اکثر روزنامه نگارانی که در بی بی سی فارسی کار میکنن اصلاح طلب هستند. او با تأکید دوباره بر حضور حداکثری اصلاح طلبان در کنار همکاران سلطنت طلب و براندازش در این شبکه گفته البته که ما اصولگرا در بی بی سی فارسی نداریم. ای کاش اصولگرا هم در بین ما بود تا رنگین کمان ما رو پررنگتر میکرد. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد. بدرود.